حالا دوست محترمی برای بنده 20 صفحه نوشتن و چند آیه قرآنی هم. دوست عزیز من اینا رو خوندم، قربونتون برم، هم فداتون بشم به قول تهرونی ها. نفید نگه من اینا رو نخوندم، ولی جوابی هم خدمتون خواهم داد مفصل، تا بدانید که مقصود ما بحث دینی نیست. دوست عزیز ما اینجا بحث دینی نمی کنیم، کاری به دینی کسی نده. گرفتاری ما حکومت دینی است، استبداد هست، استبداد دینی است. احکام این استبداد دینی منبعث هست از این کتاب، بنابراین ما برای که اینا بی اعتبار کنیم و نشان بدهیم که اینا اعتباری ندارن، مجبوریم اینا رو، ما دینی نیستیم که عزیزم، که حالا قرآن، من قرآن نقد کنیم، اینجا بیاریم تورات نگاه کنیم، و هر کسی یه دینی داره دیگه در دنیا. اینا قضایا، قضایا تمامی سابجکتیو عزیزم، اینا هیچ حقیقتی در اینا نیست. شما به تشریف برید مکزیک، میگوید عیسی مسیح ما رو نجات میده. تشریف بیارید نمیدونم دوروبر مدینه، میگن الله ما رو نجات میده. تشریف ببرید هندوستان، میگن لرد شیواست. اینا قضایای سابجکتیو، هیچ حقیقتی در اینا نیست. یعنی شما نمیتونید به بنده ثابت کنی حقانیت الله، الله مدینه رو. هیچ وسیله نداری برای اثباته جز اینکه بگی یا قبول کن یا کافری. دلیل دیگری داری؟ هندی هم میگوید لرد شیوا، لرد رام، لاکسمی، این خدای ثروته، او خدای نمچی است. اینا عقاید مردمه و اینا نمیشه نه دشمنی کرد نه مبارزه کرد نه اساسا استدلالی در کار هست. 520 آیه در خشونت در این کتاب مستطاب هست برای زدن و کشتن و گرفتن اموال و غیره، یک آیه برای آباد کردن نیست. اساسا این دستگیلات طالبانه که اینا اومدن از کجا آمدن؟ گرسنگانن که جمع شدن، درست مثل همون صدر اسلام. فلسفه اسلام بر این است که گرسنگان جمع بشون، نه اینکه کار بکنن از گرسنگی نجات پیدا کنن، حمله کنن از اونایی که دارن بگیرن تقسیم کنن. 600 سال اسلام به این وجه اجرایی داره. شما یه آیه بیاورید گفته آبادی بکنید، آقا کشاورزی رو این گونه بکنید، خرما رو اینجوری بکارید، بازرگانی کار تخصصیشون هم که بوده، نه غارت کنید بیچاره های خب فقیر و بدبخت و گدا خیلی بود تو این قبایل جمع شدن. وقتی که معلوم شد که غنیمت حلال هست و زنها رو میشه گرفت، جمع شدن. فلسفهش هم بر این است اونایی که ندارن اسلحه بردارن، از اونایی که دارن بگیرن و تقسیم کنن، همه گداشی مثل هم. چون دو تا آیه به من نشون بدید در باب فلاحت، دو تا آیه نشون بدید در باب تجارت، ندارین نشون بدین که هیچ حس بدین که لا رتا بلا یا بسا الا فی کتاب مبین. هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یه شعار به چه درد میخوره این؟ اقتلوا ائمه الکفر، دانایان رو بکشید، دانایان دشمن رو بکشید. امام یعنی پیشوا، یعنی دانشمندان کفر رو بکشید اول. چی برای من میفرستید که هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ این شعارن اینا، اینها ساختمان اصلی نیستن. ساختار اصلیش شما بهتر از من میدونید، جهاده. جهاد یعنی برید اونایی که دارن بگیرید بیچارهشون کنید، با ضرب شمشیر مجبورشون کنید از عقیدهشون دست بردارن. مگه غیر از اینه؟ ایمان دیگه خودمونه دیگه، نباید کوچه علی چپ بزنید که. جهان دو تا مرز داره، یعنی دو بر دو قسمت است، دارالاسلام دارالحرب. دیگه نتونستن بیشتر از این. اینها کاری که کردن از دارالحرب ایران ما رو گرفتن، بیچاره کردن. یک لایه در آفریقا، شمال آفریقا رو گرفتن و بعد اون بخش جنوب اسپانیا از این طرف هم تا ماوراءالنهر رفتن، زورشون بیشتر نرسید. اگر قرار بود همه دنیا رو بگیرن به ضرب شمشیر، دارالحرب دیگر نباشد، باید حرب بکنی. این طالبان اینها برای اسلام دارن جنگ میکنن. گرسنگان این همون داستان روزگار محمد شده، اما وضعیت جهان امروز فرق کرد. نمیگذارم، مثل که من نخوندم اینا رو. امروز قوانین این کتاب حاکم است در زندان، به عوضی که شما دفاع بفرمایید از این داستان‌های قدیمی کهنه پوسیده، از میگن از نفس افتاده قدیمی مرتجع، فکر کنید به روز اون بدبختی که در زندان رشت
حتی زمین هم نکردن، خوابوندنش یه داوردن سنگ بزنید تا این کشته بشه. دوست عزیز، حالا بفرمایید در قرآن نیست، اما در سنت هست. خود حضرت این کارو میکرده، سنگسار میکرده، عمر میکرده، علی میکرده. این جزء لاینفک، این بادی، این توتالیتی قضیه است که ما بهش میگیم اسلام، قوانین شرع مقدس. گرفتاری ما اینجاست، ما کاری نداریم به اسلام. مردم آزاد از جهان بدون دبیرین جهان میان لخت آزاد. و این انسان که لخت و آزاد بدون میدن محق هست به هر دینی که میخواد انتخاب بکنه، هر عرض کنم عقیدهی که میخواد داشته باشه، تشکل بتواند بکنه، مسافرت بتواند بکنه، کسی مزاحمش نباشه. جستجوگر چنین چیزی هستیم ما، حقوق بشر. جستجوگر این نیستیم که این دین خوب است یا اون دین بد است. که شما برای من آیات قرآنی میفرستید و اینها، یعنی رفتار این آخوندها با زنهای ایران و رفتار طالبان با زنهای نمیدونم پاکستان و افغانستان مطابق هست با دستورال این کتاب. دوست عزیزم، چیز خوبی است؟ شما حاضر خانومتون رو عرض کنم اینجوری باش رفتار بشه؟ اینکه شیرین عبادی است دیروز داشت ایراد میگرفت، میگم اینا ارتجاعیه، حقوق زنان پایمال شده است، چون در موضوع شهادت و ارث و نمیدونم چی زن انسان درجه دومه. این خانم عبادی میگفت در حق سنی ها اینها تبعیض دارن، کشور تبعیض است، اسلام هم دین تبعیض هست. پدر جان، کی به شما گفته انسان دین مساواته؟ یک کافر با یک مسلمان برابره به نظر شما؟